حضرت الرسول فرمودان ان البيت الذي يذكر فيه اسم الله اون خانه‌ای که در اون نام الله گرفته می شود سبحان الله ان البيت الذي يذكر فيه اسم الله لا يضيء لاهل السماء نور می دهد برای اهل آسمان ها كما تضيء النجوم لاهل الارض چنانچه نور می دهند ستاره ها برای اهل زمین شما نور را مشاهده می کنید درخشش و روشنایی آنها را مشاهده می کنید خانه ای که در آن نام الله گرفته می شود قرآن در آن تلاوت می شود خانه ای که در آن عبادت می شود خانه ای که در آن مناجات می شود خانه ای که در آنجا عظمت الله ذوالجلال یاد می شود از اون خانه نور بالا می رود نور بالا می رود این فرموده رسول الله است فرموده کی هست فرموده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست بیاید با ستارگان آسمان ها مقابله بکنید ستارگان زمین را روشن می کنند شما آسمانی که در اون ستاره ها قرار دارند و آسمان های بالاتر از اونها را با تلاوت قرآن مجید روشن بگردانید در خانه های شما قرآن تلاوت بشود آباد کردن خانه با ذکر خداوند متعال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در جای دیگر می فرماید مثل البیت مثل بیت الذی یذکر الله فی مثال خانه ای که در اون نام الله گرفته می شود ذکر خداوند متعال می شود والبيت الذي لا يذكر الله فيه و خانه ای که در اون نام خدا گرفته نمی شود مثل الحي والميت مثال زنده و مرده هست اون خانه ای که در اون نام خدا گرفته می شود اون در زمره زندگان خانه ای که در اون عظمت الله ذوالجلال بیان نمی شود الله ذوالجلال نعوذ بالله در اون عبادت نمی شود اون خانه مرده و خانه مرده هاست در جای دیگر رسول الله می فرمایند لا تجعلوا بیوتکم قبورا خانه های خود را قبر قرار ندهید اهل قبور اموات در قبرها نماز نمی خوانند قبرها تاریکند خانه های شما قبر نباشند که در اون عبادت نشود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه می فرمایند غیر از نماز مکتوب نماز فرض بقیه عبادات را رسول الله در خانه انجام می دادند نماز تهجد در خانه بود سنت ها را در خانه می خواند نوافل را در خانه می خواند دعا زاریش در خانه بود خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه نورانی بود هم در مکه مکرمه و هم در مدینه منوره در مکه مکرمه خانه رسول الله خانه خیت الکبرا رضی الله تعالی عنها بود اما در مدینه منوره خانه های زیادی داشت خانه های بسیار زیاد بود 9 تا منزل 9 تا حجره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داشتند که به نوبت ازواج مطهرات و همسران خودش در اون خانه ها الله ذوالجلال را عبادت می کردن اما از میان اون خانه ها الله ذوالجلال برای اینکه رسول الله برای همیشه تا قیام قیامت در اون سکونت بکند آرام بگیرد و اون زمین و اون خانه و اون مکان مقدس با وجود رسول الله مقدس بشود محترم بشود محل مجمع سلام و درود و دعا برای رسول الله باشد اون خانه منتخب خانه خانه عایشه رضی الله تعالی عنهاست در مکه مکرمه خانه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها در مدینه منوره خانه منتخب از میان خانه ها و حجرات رسول الله که رسول الله هم اکنون در اون موجودند و به عنوان روضه مبارکه قرار دارد خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهاست
سبحان الله. اون خانه ای که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرماید بسیار خانه کوچکی بود که رسول الله برای نماز بیدار می شدن. من اونجا خواب بودم، وقتی سجده می کردن پاهای من را جمع می کردن، سر به سجده می گذاشتن، دوباره وقتی به قیام می رفتن، چون قیام رسول الله طولانی بود، دوباره وقتی به سجده بر می گشتن، من خواب بودم، پاهایم جای سجده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار می گرفتن. اون خانه امروز روزه مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. من به اونهایی می گویم، اونهایی که عایشه را نمی شناسن، اونهایی که عظمت سیده و صدیقه عایشه رضی الله تعالی عنها در قلب اونها نیست و نعوذ بالله معترف به عفت و پاک دامنی و عظمت و کرامت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نیستن، بدانن امونطور که جای پیشانی مطهر رسول الله امروز محفوظ مانده، جای سکونت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، جای سجده های حضرت عایشه، جای گریه ها و تلاوت های حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها انوز هم همونطور محفوظ هست. چقدر انسان ها در اونجا قرار می گیرن. سبحان الله. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنها در محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست ابو لؤلؤ ملعون خنجر میخورن و به عنوان اولین شهید محراب در محراب رسول الله میافتند در نماز صبح و میدانند که از این زخم دیگه راه نجاتی ندارند، این زخم پیام شهادت دارد، این پیام اجابت دعا دارد، چون فاروق اعظم همیشه دعا می کردن اللهم اینی اسألک شهادتن فی سبیلک و موتن فی بلد رسولک، خدای از تو شهادت می طلبم در راه شما، اما قبر من در شهر پیامبر شما باشد، که الله ذوالجلال دعای اون را می پذیرد. در محراب رسول الله به عنوان اولین شهید محراب در حین نماز خنجر میخورند و میافتند. فرزند خود حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه را میفرستند، میفرمایند عبدالله برو به جای ام المؤمنین عایشه بگو که عمر از شما میطلبد، دیگه خلیفه من نگو، امیرالمؤمنین نگو، به من بگو که عمر، اسم را عمر بگیر، بگو عمر به شما سلام میرساند و تقاضایی دارد. تقاضای عمر این هست که همونطوری که در زندگی در کنار رسول الله بودم، در کنار حضرت ابوبکر بودم، میخواهم بعد از وفاتم، بعد از شهادتم، جنازه من هم در کنار صاحبینم باشد. شما رضایت می دهید چون خانه مال شماست. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله فرزند حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما می رود به محضر مبارک ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها. وقتی که در می زند صدای آه و ناله میشنود. حضرت ام المؤمنین ناراحت گریان که امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم در محراب رسول الله از دست یک انسان مجوسی خنجر خورده، ناراحت و مشغول دعا و زاری است. حضرت عبدالله سلام میدهد، پیام میرساند، می فرماید پدرم عمر به شما سلام می رساند. ای عایشه در کنار این سلام عمر تقاضایی دارد، می خواهد در کنار رسول الله و ابوبکر باشد، شما اگر
اجازه می دهید قبر عمر هم در کنار قبر ابوبکر قرار بگیرد، در خانه شما قرار بگیرد. سبحان الله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها گریه می کنند و می فرمایند ای عبدالله به امیر المؤمنین سلام برسانید و بگویید مادر شما عایشه یک محلی را در کنار پدرش ابوبکر برای خودش به عنوان قبر انتخاب کرده بود، اما امروز ایثار می کند، امروز ایثار می کند، اون محل قبر خودش را به شما می دهد، اجازه دارید امیر المؤمنین را در اونجا دفن بکنید. ایثاری که در جهان سابقه ندارد، که امروز در عصر ما و چه کسی هم از دیگر حتی صحابه میتوانست اینطور ایثاری بکند که مصاحبت صدیق اکبر را، مصاحبت رسول الله را به کسی دیگر بدهد. سبحان الله، چه سخاوتی و چه ایثاری حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دارند. میدانید این سخاوت، این ایثار، این از خود گذشتگی و دیگران را بر خود ترجیح دادن از بابت چیست؟ از اونجاییست که الله ذوالجلال قلب عایشه را پاک قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قلبش را الله ذوالجلال پاک قرار داده و در تعلیم و تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگیش گذشته.